دور تازه فشار دستگاه امنیتی بر روزنامه‌نگاران در ایران صدای سه نهاد جهانی مدافع آزادی بیان را درآورده. امشب از یک روزنامه‌نگار درباره ضبط اموال و اسنادش در ایران می‌پرسیم. همچنین در برنامه امشب مفاهیم زندگی جایگزین بحث انتگرال در کتاب‌های ریاضی دبیرستان‌ها، آیا انقلاب فرهنگی دیگری در راه است؟ حکمای طولانی زندان برای منتقدان آیت الله خامنه ای، چرا قوه قضاییه ایران انتقاد از رهبر را بر نمیتابد؟ ایران و کربلا و نجف هم به طور خوبی درست بشه که زعایم نجف اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفتم که شده اونجا برن برگردن. خودش اون رو توسن اصلی و فرزند انقلاب از اولین قربانی های حکومت آیت الله خمینی، مستند بی بی سی فارسی درباره صادق قطب‌زاده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. روزنامه‌نگاری در ایران همیشه حرفه‌ای خطرناک و پر درد سر بوده، حرفه‌ای که نه تنها باید زیر فشار سانسور و ارعاب حاکمیت کار کند، بلکه از تیغ تیز انتقاد مخاطبانش هم در امان نیست. در شرایطی که رسانه‌های داخلی بابت چگونگی پوشش خبر سرنگونی هواپیمای اوکراینی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفتند، حاکمیت هم بیکار ننشسته و دوری تازه از فشارها را علیه روزنامه‌نگاران آغاز کرده. در دو هفته گذشته ماموران امنیتی پس از تفتیش خانه 6 روزنامه‌نگار، وسایل کار، کامپیوتر، موبایل، کتاب و اموال دیگر اونها را توقیف کردند بدون اینکه خود این افراد رو بازداشت بکنند. منتقدان میگویند این روش جدید نیروهای امنیتی است تا با سرکشی در لوازم شخصی برای آنها اتهام بتراشند تا زمینه قضایی بازداشتشان رو فراهم کنند، اقدامی که چند نهاد بین‌المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز اون رو محکوم کردند. امشب میپرسیم نگرانی حکومت، آن هم کمتر از دو هفته به انتخابات مجلس، از چیست؟ ابتدا گزارشی از کیوان حسینی. موشک‌هایی که توسط سپاه شلیک شدند و هواپیمای مسافربری شماره 752 اوکراینی را سرنگون کردند، 176 قربانی داشت. اما کشته شدن این 176 نفر پایان این ماجرا نیست. درباره این حمله پرسش‌های بسیاری بی پاسخ مانده‌اند و حالا طرح این پرسش‌ها یا بیان انتقاداتی درباره انکار سه روزه سپاه آرام آرام به خط قرمزی جدید برای رسانه‌های داخل کشور و روزنامه‌نگاران تبدیل می‌شود. بعد از اینکه فرماندهان نظامی ایران پذیرفتند که هواپیمای مسافربری با موشک پدافند هوایی سرنگون شده، واکنش روزنامه‌های ایران آمیزه‌ای از شک و عصبانیت و عزاداری بود. در شبکه‌های اجتماعی نیز این حمله واکنشی گسترده داشت و بسیاری درباره آن نوشتند، به ویژه بازماندگان قربانیان که همچنان با انتشار تصاویری اندوهشان را با مخاطبان و دیگر کاربران به اشتراک گذاشتند. اما چنان که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گویند، همزمان که برخی روزنامه‌نگاران مطالبی درباره این حمله منتشر می‌کردند، موجی از برخورد با آنها نیز آغاز شد، موجی که در دوران پس از حمله به روزهای قبل از انتخابات مجلس درآمیخته و دلایل متفاوتی برای گسترش سانسور دارد. مازیار خسروی، سردبیر روزنامه اینترنتی فراز، یکی از این افراد است که به گفته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در روز ششم بهمن ماه با هجوم ماموران امنیتی به منزلش روبرو شد و ماموران موبایل، لپتاپ و تمامی دستگاه‌های ارتباطی او را توقیف کردند. بر اساس این گزارش، سه روز بعد اتفاقی مشابه برای یاسمن خالقیان، گزارشگر سابق ایلنا رخ داد. موبایل، لپتاپ و کارت خبرنگاری خانم خالقیان نیز توسط ماموران توقیف شد. در روز 14 بهمن ماه، ماموران به منزل مولود حاجی‌زاده، گزارشگر روزنامه تعادل هجوم بردند و منزل او را تفتیش کردند. در همین روز یغما فشخمی نیز با وضعیت مشابهی روبرو شد. آقای فشخمی که قبلا برای روزنامه روزان کار می‌کرد، مدتی نیز زندانی بوده. فردای این روز، یعنی در روز 15 بهمن، مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، دستگیر شد. او همان کسی است که فایل صوتی مکالمه‌اش با بازجویش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
احسان بداغی و شبنم ناظری زوج مطبوعاتی در روز 16 بهمن ماه با حضور ماموران امنیتی در منزلشان و تفتیش خانهشان روبرو شدند. نتیجه این فشارها، این تیغ تیز سانسور و این دستهای آشکار و پنهان فشار بر روزنامه‌نگاران، روزنامه‌هایی است که هر از گاهی حتی اجازه ندارند از مهمترین خبر کشور نیز مطلبی منتشر کنند. کیوان حسینی، بی بی سی. بهزاد طغرایی، روزنامه‌نگار از سالزبورگ اتریش با ما هست. آقای طغرایی، برای شما هم در زمانی که در ایران بودید اتفاق مشابه افتاد با آنچه که برای این 6 روزنامه‌نگار افتاده. کمی از تجربتون به ما بگید تا برسیم سر سوال‌های بعدی. تجربه بسیار تلخی است این قضیه. بعد از اینکه بازداشت بودم، یعنی در زمانی که بازداشت بودم، اینها به منزل ما اومدن و 4 تا کیس کامپیوتر و هر چی، فلش مموری، اس دی کارت مخصوص دوربین و یک سامسونگ کیف دستی پر فیلم هایی که من ضبط کرده بودم از من گرفتن، از خونه من برده بودن و مقدار زیادی، شما حساب کنید، مدارک تو خونه، مدارک و هر چی تو خونه بود جمع کردم بردن. که من بعد از اینکه آزاد شدم و با قید وثیقه اومدم بیرون و رفتم اینا تحویل بگیرم و اینها، اون جایی هست که بالاخره در دوستانی که بازداشت شدن خبر دارن کجاست، اون ساختمان سازمان پیگیری، میره اونجا. بعد فقط 4 تا کیس کامپیوتر بهم دادن که هاردم نداشت و بقیه رو بهش عنوان تحویل ندادم، گفتن که نمیدین تحویل. خب اینا بیشترش لوازم شخصی بود. ببینید، شما حساب کنید که بر فرض مثال میگم که سی دی هایی که بردن خیلیش فیلم هایی بود که در سالهای گذشته تبدیل شده بود از VHS تا مثلا به سی دی، مثلا فیلم های شخصی بود، فیلم های سینمایی بود، اینها رو بردن که تحویل ندادن. یا مموری کارت که اینها رو میبردن، لیستی به شما از آن چه که از شما توقیف میکردن دادن؟ ببین، من که منزل نبودم ولی مادر بود، اینا رو یک لیستی امضا کردن که مادر گفت یه چیزی نوشتن، گفتن شما امضا کن، نگفتن، اجازه ندادن که بخونه، حتی امضا کرده بردن. و من هرچی پرسیدم اون چیا رو بردن، گفت من نمیدونم. و وقتی هم رفتم، شما وقتی میری تحویل بگیر، این لیست رو به شما نشون نمیدن که ما اینا رو بردیم، شما اینها رو تحویل بگیر و پس بگیر. نه، این اتفاق بهش عنوان نمیفته، لوازم شخصی شما رو میبرن. میدونید، من دوستانی رو سراغ دارم که دوربینشون رو بردن، کتاب‌هاشون رو بردن، کتاب‌های خطی حتی داشتن تو خونه بردن و تحویل ندادن. و حتی مثلا یک از دوستان که دوربینش رو برده بودن، چقدر پیگیر کرد، چقدر ماه‌های زیادی رفت دنبال این دوربین که دوربین رو پس بگیره و یه دوربین خراب شکسته شده بهش تحویل دادن که اینا این دوربینه، یعنی دوربینی که وسیله بسیار حساس هست، معمولا پرت شده بود به گوشه و آسیبی دیده بود، به دیدم خود یه کار نمی‌کرد. به این صورت است برخوردشون، متأسفانه. و اصولا آیا از آن چه که مثلا از منزل شما برده شد، آیا از اون مدارک یا از اون فیلم ها استفاده شد برای اینکه اتهامی علیه شما بعدها زده بشه یا نه؟ بسیار سوال خوبیه. ببینید، عرض کنم خدمتتون که یک نکته اینجا عرض کنم خدمتتون. ببینید، برای کسی که کار خبری میکنه، کار مستندسازی میکنه، یا حتی کار فیلم میکنه، این فیلم ها یا عکس هایی که میگیره به صورت سرمایه‌اش هست. ما بهش میگیم راش هایی که داره، اینا سرمایه این افراد هست و ممکن اصلا ربطی نداشته باشه. من بسیار از هنرمندان، اشخاص سیاسی قدیمی که سن های بالا داشتن و الان متأسفانه در قید حیات نیستن، مصاحبه کردم و اینا ارزش بسیار زیادی برای من داشت و میتونستم بعدش استفاده کنم که بردن. و جالب اینه بهتون بگم که من در دادگاه که بودم، به من اتهام میزد که شما اینجا رو زدی، اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، اینجا رو زدی، یعنی که فرانجا رو فیلم برداری کردی. و معلومه که اصلا نگاه نکردن. و من هرچی این کار میکنم، بله شما برید نگاه کنید، من فرانجا رو فیلم برداری کردم، فرانجا رو فیلم برداری نکردم و اینها. و دادگاه دومی که داشتم، یک استودیو من دیدم گوشت، بله نگاه کردیم و اصلا نگاه هم نمی کنم. جالب اینه که شما چیزهایی که از شما میبرن، اصلا ممکن بررسی هم ممکن که شرط کنم، اصلا بررسی نمی کنم متاسفانه و اینها رو به یک گوشه میندازن. و ممکنه، بله خیلی از اینا ممکنه وسایل شخصی شما باشه، فیلم های خصوصی شما باشه، میتونن علیه شما استفاده کنن در سال آینده و بگن که ما از شما این فیلم ها رو داریم، این مسائل رو داریم و شما بهتره سکوت کنید. این هست، بله این اتفاق میتونه بیفته. و شما هیچ وقت اموالتون رو نتونستید پس بگیرید؟ نه متاسفانه، جز اون 4 تا کیس کامپیوتری که هاردم نداشتم پس بگیرم، بقیه تمام فلش مموری ها، هارد های کوچیک، هارد های اکسترنال، حتی هارد های اینترنالی که پر شده بود و من بیرون گذاشته بودم، تمام اینها رو بردم و دیگه پس ندادن. و فیلم ها برای من بسیار ارزشمند بود، چون من بسیار خیلی مسافرت کرده بودم، فیلم برداری کرده بودم از جای مختلف. شما یک مثال جزئی برای شما بزنم،
ببینید مثلا من از یک کوچه قدیمی فیلم برداری کردم که چند تا ساختمون داخلشه، الان اونجا برج شده. این یک سند بسیار قدیمی و ارزشمند بود برای منی که می‌خواستم بر اساس کار مسترسازی کنم، خبرنگاری کنم و یا حتی کار فیلمسازی. این برای من ارزشمند بود، این فیلم خیلی ارزشمند بود که دست من نیست متاسفانه، و مصاحبه‌هایی که کردم متاسفانه هیچ کدومش دست من دیگه نرسید. آیا موارد مشابهی در بین همکارانتون هم داشتید که اتفاق مشابهی براشون افتاده باشه در زمینه در توقیف اموال؟ بله بله بسیار زیاد. از کم خدمتتون، حتی لوازم بسیار شخصی که اصلا ربطی هم به این قضیه نداشته، کتاب‌های دست‌نویس من سراغ دارم از دوستان که بردن و پس ندادن، و دوربین و لوازم بسیار گران قیمت رو بردن و پس ندادن، لنز حتی اصلا به چه درد میخوره برای بردن پس ندادن. بله بسیار زیاده، این موارد بسیار بسیار متاسفانه زیاده و پاسخگو هم نیستن. توی ایران متاسفانه قانون نیست، بر فرض مثال دارم میگیرم که شما یه کار خلافی انجام دادید و باید شما رو بازداشت کنن و موارد اتهامی شما رو بگیرن از شما. فرض خب این داریم بر فرض میگیم، این کار میگیم که فرض هست. آقا این لوازم شما پس بدید به کسی که ازش گرفتی، لوازمی که موارد جرم ایشون نیست باید پس داده بشه. بر فرض مثلا از این 100 فیلمی که از من گرفتن، فیلم کوچیک دیوی، 10 تاش فیلم هایی بوده که من گرفته بودم بر فرض استفاده کرده بودم، و 90 فیلم دیگه اصلا فیلم های مستند و جاهایی بوده که اصلا ربطی نداشته، چرا اینها رو پس نمیدید؟ هیچ اونها متاسفانه ممنونم از شما آقای تورایی، بهزاد تورایی، روزنامه‌نگار که به ما پیوسته بود. و برای بحثی در مورد حقوقی تر در این مورد، نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ما هست. آقای احمدی، نمیدونم چقدر از صحبت‌های آقای تورایی رو شنیدید. عملا ایشون از جمله کسانی بود که قربانی توقیف اموال شده و اموالی که در نهایت احتمال این ازش میره که علیه اون روزنامه‌نگار یا مستندساز، به هر حال اتهاماتی علیه خود او در نهایت از اون اموال بیرون بیاد. چقدر این حرکت قانونی هست؟ ما در مرحله تحقیق مقدماتی وقتی که یک متهمی احضار میشه، چه جرم خصوصی باشه با شاک خصوصی و چه جرم عمومی باشه با شکایت مدعی العموم، پرونده ارجاع میشه به ضابطین عدلیه. ضابطین عدلیه هم یه ضابط عام داریم که نیروی انتظامی است و ضابطهای دیگه که حضورتون عرض کنم وزارت اطلاعات است، نیروی انتظامی وزارت اطلاعات است، حفاظت اطلاعات سپاه و سایر نیروهایی که گفته میشه. بازپرس امکان این رو میده که در تحقیقات ادله و اسباب جرم رو جمع آوری کنند، و اگر این موارد رو به عنوان اسباب جرم تلقی کنیم، به محض اینکه تحقیقات پایان پذیرفت، باید این اسباب وسایل و ابزار کاملا تحویل بشه، صراحت قانونه. و اگرم که این ابزاری که بردن مثل دوربین، مثل هر وسیله دیگری، جز وسایل جرم نباشه، اون ادعا نباشه، بردنشون خلاف قانونه. میگن این که ادعا بشود که این وسایل جز ادله و مستنداتی است که برای کشف جرم لازم بوده و بردنشون. چندی ماه پیش وقتی که آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شدن، انتقاد کردن از رویه هایی که در قوه قضاییه بود. ایشون مشخصا گفتن که ما نباید شخص رو قبل از این که اتهاماتش مشخص بشه و ادله کافی باشه دستگیر بکنیم. حالا میبینیم که افراد رو دستگیر نمی کنن، اما اول به خونه هاشون در واقع میریزن روزنامه نگاران رو و کتاب، کامپیوتر و اموال شخصی اونها، از جمله دوربین، عکس‌های شخصیشون گرفته میشه. فکر می‌کنید این در همون راستا هست؟ یعنی اینکه با در واقع توقیف این اموال بتونند اتهاماتی پیدا بکنند علیه اونها، اونطور که مثلا سازمان گزارشگران بدون مرز میگه؟ ببینید، به کرات از زبان مسئولین ما شنیدیم اول باید یک جرمی احراز بشه یا یک اتهامی متوجه فردی بشه. فصل ششم از قانون آیین دادرسی کلیفری در احضار جلب تحقیق از متهم صراحت داره
فی الواقع نمی شود یک فردی رو قبل از اونی که اتهام بهش متوجه باشه ما احضارش کنیم یا اینکه مراجعه کنیم به منزلش محل کارش و بخوایم تحصیل دلیل بکنیم. این خلاف قانون است و صراحت قانونی اصلا تخلفه. میگن که این افراد پرونده ای از سابق داشته باشند در ادامه پرونده بازپرس چنین دستوری داده باشه. ولی اگر پرونده ای نباشد، احضاری نشده باشد، طرف هم بعد از احضاریه خودش مراجعه نکرده باشد، این که بیان جمعش بکنن موضوعیت داره. غیر از این باشه همه خلافه. آقای احمدی، شما وکالت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران رو در سالهای اخیر بر عهده داشتید. معمولاً در آستانه انتخابات وقتی قرار داریم یه روزنه ای از آزادی رو می‌بینیم که در جامعه اجازه فعالیت بازتری به روزنامه‌نگاران داده میشه، ولی الان دو هفته مونده به انتخابات این اتفاقات داره میفته. نظر شما چیه؟ چرا این بار در آستانه انتخابات؟ ببینید، ما در گذشته سیل مسائل و مصائب این تندی نبود. شما در سال 98 در آبان ما خب مسئله اعتراضات خیابانی و اعتراضات گفته یا های شمخانه اعتراضات مردمی رو داشتیم. بعد از اون مسئله آقای سلیمانی پیش آمد، بعد از اون مسئله هواپیما پیش آمد، بعد از اون مسئله انتخابات پیش آمد، بعدش رد صلاحیت‌های گسترده پیش آمد. من خودم رو کماکان یک روزنامه‌نگار می‌دونم و روزنامه‌نگار دنبال سوژه است. در گذشته فی‌الواقع در یک آرامشی که بود سوژه کم بود، الان آنچنان تنده. شب مطلب رو می‌نویسید، اگر فردا چاپ نشد برای روز بعدش مطلب دیگری، موضوع حاد دیگری آمده. سرعت مسائلی که این چند روزا مطرح شده، این مدت مطرح شده، مثلا همین امروز مسئله شورای نگهبان و یک عده ای که واسطه گیری می کردن اعلان شد 12 نفر بازداشت شدن، بعدا اعلان شد 4 نفر، امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلان کرد 4 نفر که افرادی بودن من غیر هر خودشون وابسته به شورای نگهبان می تونستن و آقای دکتر محمود صادق دلی آوردن. خب اینا در گذشته خیلی کند اتفاق می افتاد. الان آنقدر مسائل و موضوعات زیاده و فضای مجازی هم گسترش پیدا کرده. شما دیگه لازم نیست که در روزنامه مطلب بنویسید، خودتون در کانال‌های مختلف بنویسید. الان دو سوی قضیه، یعنی مرحله تحقیق چه دادگرا چه ضابطین و جامعه روزنامه‌نگار یا جامعه‌ای که نویسنده است، الان آنچنان در یک لبه نزدیکی با هم قرار دارن. در هر واقع و حادثه و هر مسئله اینجاست که ما دچار این تندی ها شدیم و من خیلی از مسائل که اگر پرونده ای نباشترم افراد و لوازمشون رو ببرن خود خلاف کنم. من خودم اخیراً یه شکایتی در شعبه 12 رسانه شده علیه خودم، شکایت رو شمارش آمده ولی نمیدونم کدوم نهاد، هنوز به مقداریش نیومده. این رو هم داریم علیه من، 4 روز پیش شکایت شده، نمیدونم کدوم نهاد و از چه مطلبم بوده ولی هنوز مقداریش نیومده. از اون طرف خود دوستانی رو داریم میبینیم که شاید پرونده ای نداشته باشن، رفتن منظرشون. امیدوارم آقای رئیسی دخالت کنه و اجازه ندن. آقای احمدی، خیلی کوتاه اگر بفرمایید، به لحاظ صنفی میشنویم که مثلا این روزها روزنامه‌نگاران بسیار میگن شرایط به نسبت حتی 5 سال پیش براشون بسیار متفاوت شده و کار روزنامه‌نگاری شاید سخت‌تر از هر زمان دیگری شده در ایران. آیا شما هم بین موکلاتون چه این چیزی رو میبینید؟ ببینید، بله، فی‌الواقع خیلی از روزنامه‌نگاران قدر این مثل شمس‌البازی، مثل دکتر علی حکمت، خیلی از افراد دیگه، آجلای پور، بقیه رفتن کنار. نسل جدیدی که روزنامه‌نگار شدن اینا شغل دوم سومشونه. واقعا امنیت در شغل روزنامه‌نگاری نیست. همین حساسیت هایی که به وجود آمده باعث شده که مرجعیت روزنامه و مرجعیت نوشتار مکتوب کم کم بره کنار و ضررش
دولت میبینه، زرش نظام میبینه، باز میکنه فضا رو برای فضای مجازی که غیر قابل کنترله. اگر به من روزنامه‌نگار و دوستان روزنامه‌نگار من اعتماد باشه، ما خودمون خطوط قرمز رو میدونیم، رعایت میکنیم و این که ما یک با یک بلبشوی خبری در سایت ها و کانال های مختلف روبرو هستیم و خود دستگاه قضاییان فی‌الواقع به نظر من مانده است چه باید با این قضایی ها بکنه و برخورد با دوستان میکنه، به خاطر همین شرایط ویژه‌ای که به وجود آمده و من غیر حق دوستان روزنامه‌نگار رو تحت تعقیب قرار میدم. ممنون ازتون آقای احمدی. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران. چهار تشکل سیاسی ایرانی در خارج از این کشور از مردم خواستند در انتخابات مجلس شرکت نکنند. اتحاد جمهوری خواهان، حزب فدایان خلق، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران در بیانیه مشترک انتخابات دور 11 مجلس را فرمایشی خواندند. در این دوره از انتخابات شمار زیادی از نامزدان رد صلاحیت شدند. بعضی از چهره های سیاسی هم به عنوان اعتراض نامزد نشدند. ایران پرتاب ماهواره ظفر را دوباره به تعویق انداخت. رئیس سازمان فضایی ایران گفته نمی‌خواهیم دقت فدای سرعت شود. هنوز تاریخ جدیدی برای پرتاب این ماهواره ساخت ایران اعلام نشده. بر اساس گزارش‌ها دسترسی به اینترنت در ایران امروز به مدت 1 ساعت قطع شد. شرکت نت بلاکس میزان قطعی امروز 75% اعلام کرده. سجاد بنایی از شرکت ارتباطات زیرساخت ایران گفته دلیل قطع اینترنت حمله سایبری بوده. او در توییتی نوشته که این حمله دفع شده و دسترسی اینترنت به حالت عادی برگشته. 4 سناتور آمریکایی در نامه‌ای از مدیر کل توییتر خواستند تا بر اساس تحریم‌های ایالات متحده آمریکا حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بسته شود. در این نامه که دیروز منتشر شده، آمده ادامه ارائه خدمات به رهبران ایران می‌تواند در نهایت به تحریم توییتر به عنوان یک نهاد آمریکایی منجر شود. تد کروز، مارشال بلکبرن، مارکو روبیو و تام کاتن از امضا کنندگان این نامه هستند. پاییز امسال اولین گروه از دانشجویانی که مفهوم انتگرال رو در کتاب‌های درسی دبیرستان نخوانده بودند وارد دانشگاه‌های ایران شدند. علی زوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آزمایش آموزشی ایران، درباره حذف مبحث انتگرال از کتاب‌های درسی دبیرستان گفته دانش آموزان باید در دانشگاه انتگرال بخوانند نه در مدرسه، و باید در مدرسه مفاهیمی را یاد بگیرند که آنها را برای زندگی آماده کنند. پیشتر موضوع تغییر ساختار آموزشی و تغییراتی از جمله بازنگری در آموزش زبان انگلیسی در مدارس واکنش بسیاری از دانش آموزان، دبیران و پدر و مادرها را برانگیخته بود. این گزیده‌ای از نظرات مخاطبان بی بی سی فارسی در مورد حذف انتگرال از کتاب‌های دانش آموزان است. انتگرال 2 سال پیش از نظام آموزشی حذف شده از سیستم دبیرستان. ما الان کنکوری هستیم، دمپسو نداریم. اونایی که پارسال کنکور رو نداشتنش، قرار شده که دانشگاه بهمون درس بدن. خب ولی خب دانشگاه به عمق دبیرستان این مبحث قرار نیست بهمون درس بدن. واسه همین ممکنه برامون توی رشته‌های فنی در دانشگاه مشکل ایجاد کنه. چون مسلماً شاگرد با داشتن زیربنای اولیه در دوران دبیرستان و متعاقباً در دوران دانشجویی برای یادگیری درجات بالاتر انتگرال و تابع اولیه به مراتب آمادگی خیلی بیشتری رو خواهد داشت. معتقدم که حذف این درس کار بسیار بسیار درستی است که بسیار دیر هنگام انجام شده است. فرصت آموزشی بیشتری رو ایجاد خواهد کرد و بهره‌وری کیفیت آموزشی رو بالا خواهد برد. چه بسا خب خیلی از دانش آموزان ادامه تحصیل ندن، در نتیجه نیازی به دانستن مبانی ریاضی که پایه محاسبات مهندسی هست در مقاطع بالاتر نمی باشن. کار واقعا اشتباهیه، چون من خودم از شاخه کار و دانش وارد دانشگاه شدم و مبحث انتگرال رو من توی دانشگاه باهاش آشنا شدم که هیچ موقع نتونستم این مبحث یاد بگیرم. دقیقا چنین اتفاقی هم دانشگاه خواهد افتاد. این باعث این میشه که از نظر علمی واقعا سقوط کنه. این یک بهانه درستی نیست که ما به بهانه یاد دادن آموزش‌های زندگی یه مبحث مهم رو از تو کتاب‌های درسیمون تو دوران دبیرستان حذف کنیم. حالا من نمی‌دونم منظورشون از این که
برای زندگی دانش آموزا رو آماده کنیم چی بوده؟ چون درسی حقیقت خودم یادم نمیاد که منو برای زندگی آماده کرده باشه. اینجوری فقط چند نسل ضربش رو میبینن تا متوجه بشن بازم خطا کردن. منم موافق هستم و به شرطی که مبحث‌های اضافه بشه که مفیدتر باشه. خیلی مفاهیم دیگه وجود داره که توی کتاب‌های ریاضی ما از سرسری گذر میشه و اصلا خیلیاشون رو ما یاد نمیگیریم. تنها دلخوشی ما در بدروس دبیرستان دروس تخصصی رشته های حالا ریاضی فیزیک تجربی و یا رشته های فنی بود که حالا اگه ما این دروس تخصصی رو هم بخوایم حذف کنیم، عملا ما داریم یک سری افراد بی سواد رو وارد دانشگاه میکنیم. قطعا این در دراز مدت تبعاتی که میتونه داشته باشه این هست که فارغ التحصیلان دانشگاهی رو به شدت از اینی که هست سطح علمیشون پایین‌تر میاد و میتونه اون سلسله تصمیم‌های غلط و دومینوهایی که در نظام آموزشی ما به نابودی آموزش انجامیده میتونه اون رو تکمیل کنه. صدای تعدادی از مخاطبان ما بود که شنیدید در مورد حذف انتگرال. اما سعید مدنی به ما پیوسته، جامعه شناس از تهران. آقای مدنی، شما هم نظرات مخاطبان ما رو شنیدید. نظرها مختلفه، بعضی موافقند بعضی مخالفند، ولی سوال اصلی واقعا این نیست که مثلا حساب دیفرانسیل و انتگرال آیا حذف شده یا نه. مسئله اینه که آیا واقعا حذف این مباحث از کتاب‌های درسی اونطور که گفته میشه میتونه سبک زندگی رو تغییر بده یا دانش آموزا رو برای آینده آماده تر کنه؟ با سلام به شما و بینندگان محترمتون، مقدمتا شاید بد نباشه اشاره کنم که انتگرال علم مطالعه حرکت مداوم اجسام و شاید به صورت سمبولیک هم بشه گفت که نظام آموزش موجود خیلی علاقه نداره که جوانان در مورد تغییر و حرکت مداوم مطالعه داشته باشند و فکر کنند. اما از این بحث که بگذریم، واقعیت اینه که سبک زندگی اصولاً موضوعی نیست که از طریق کتاب‌های درسی بشه اون رو تلقین کرد به دانش آموزان. سبک زندگی نوعی در واقع کنش در زندگی روزمره، سبک زندگی انتخابیه. سبک زندگی با اینکه در سطح گروه هم قابل تحلیله، اما در اصل ویژگی افراد، منبع هویت، نشون میده که چگونه افراد با انتخاب سبک زندگیشون تمایز خودشون رو با افراد دیگه مشخص میکنن. و اتفاقا نکته‌ای که وجود داره اینه که تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی در انتقال سبک زندگی مورد نظر خودش، الگوی ایرانی اسلامی که مدعی بود، کاملا ناموفق بوده. یعنی در واقع اگر بخوام بگیم که همونطور که ایشون اشاره کرده گفته که ما در 40 ساله دوم جمهوری اسلامی میخوام که بیشتر بر سبک زندگی تاکید کنیم از طریق حذف مباحث علمی در نظام آموزشی، سوالی که باید بهش جواب بدم اول اینه که اصلا تجربه 40 ساله گذشته چگونه بوده. و خب شواهد بسیار زیادی وجود داره که اولا در 40 ساله گذشته اصولا کتابای درسی و نظام آموزشی به طور کلی موفق نبوده. یعنی مطالعات نشون میده که نظام آموزشی و در کتابهای درسی تفکر انتقادی وجود نداره، تفکر خلاق رشد پیدا نمی‌کنه. و از همه مهمتر این که حاصل تلاش 40 ساله و صرف بودجه هنگفت برای ترویج سبک زندگی مورد نظر نظام، یعنی یک سبک زندگی رسمی، این بوده که ما با یک جمعیت قابل توجهی در میان گروه‌های سنی مدرسه مواجهیم که اساساً مشکلات عجیب غریبی دارن. هیچ وقت در گذشته گزارش به طور مشخص میخوام بگم حتی قبل از انقلاب هیچ وقت سابقه نداشته که در نظام آموزشی و در مدارس شیوع اعتیاد و مصرف مواد و الکل تا اندازه کنونی باشه. و به این میشه مجموعه از مشکلات دیگر رو اضافه کرد. در واقع اینه که این تلاش برای ترویج سبک
زندگی در 40 ساله اول که موفق نبوده. اگر به همون ترتیب و با همون روش هم فکر کنن که از طریق یک سازوکار رسمی بشه این سبک زندگی جدیدی، سبک زندگی مورد نظام، سبک زندگی رسمی، سبک زندگی که مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی، این در بین دانش آموزان ترویج بشه، نتیجه جز اون چه که امروز شاهدیم رو نمیشه براش ملاحظه کرد. آقای مدنی، اگر خود شما رو مثلا همین امروز مسئول آموزش و تدوین در واقع این کتب درسی بکنند و اجازه داشته باشید که بتونید این مباحث رو در واقع تصمیم بگیرید که چه چیزی رو حذف بکنید و چه چیزی باشه، خودتون چه تغییری به این مباحث خواهید داد؟ خب ظاهراً آقای مدنی ارتباطشون، آقای مدنی صدای بنده رو میشنوین؟ بله بله، من در خدمتتون هستم. ببخشید لحظه‌ای ما شما رو ظاهراً ارتباطمون قطع شد. آقای مدنی سوال من رو شنیدین شما؟ نه متاسفانه. عرض کردم اگر خود شما مسئول آموزش مثلا مقاطع پیش از دانشگاه بشید، فرض بگیریم شما خودتون چه مباحثی رو ممکنه اضافه بکنید، حذف بکنید، اصلا ممکنه دست به اون چه که در واقع مباحث دبیرستان یا مدارس هست بزنید، چه تغییری ممکنه بدید؟ ببینید واقعیت اینه که بازبینی وضعیت موجود نظام آموزشی بسیار اهمیت داره، چون این نظام آموزشی پاسخی به نیازهای امروز جامعه ایران نمیده، حتی نمیتونه افراد سالمی رو تربیت کنه و به جامعه تحویل بده. در واقع تجربه وضعیت کنونی کاملا روشنه، کارنامه وضعیت کنونی روشنه. پس بنابراین در این که باید یک بازبینی اساسی در نظام آموزشی و در متون درسی انجام بشه تردیدی وجود نداره، ولی اون چه که اغلب روی اون تاکید میشه اینه که نظام آموزشی و کتاب‌های درسی باید تفکر انتقادی رو پرورش بده، باید تفکر خلاق رو پرورش بده. و این تفکر انتقادی چطور رشد پیدا میکنه؟ خب از طریق روش‌ها و تکنیک‌هایی که میتونه که نگاه نسبت به جامعه، نگاه نسبت به پیرامون، به زندگی و به همه حوزه‌هایی که هر کسی در زندگی روزمره با اون مواجهه رو در واقع نوعی نگاه اصطلاح نقادانه داشته باشه و تشویق به این نقد کردن پیرامون، در حالی که اون چه که منطق حاکم بر نظام‌های درسی هست بیشتر در واقع تبلیغ اطاعت و پیروی و تقلید از مراجع مختلف یا به اصطلاح منابع رسمیه. از همه مهمتر اینه که نظام آموزشی اگر که بخواد که در خدمت یک ایدئولوژی حاکم باشه طبیعتاً واکنش‌های کاملاً منفی نسبت به اون ایجاد میشه. همونطور که گفتم ما شواهد خیلی روشنی داریم که این تلاش 40 ساله برای ترویج نظرات و ایده های رسمی، ایدئولوژی رسمی کاملا نتیجه معکوس داشته. برای مثال اجازه بدید بگم که اگر قرار بود که سبک زندگی که در کتاب های درسی فعلا داره آموزش داده میشه و ترویج میشه رو دانش آموزان و از اون تبعیت میکردن و میپذیرفتن، الان باید تعداد دختران و پسرانی که در سن کودکی ازدواج میکردن سر به آسمان میزد، یا الان باید سن ازدواج کاهش پیدا میکرد، یا باید سرانه تعداد خانوار بسیار بیشتر از اون چه که الانه، یعنی خانواده گسترده دوباره شکل میگرفت، یا خانواده با 10-12 نفر جمعیت، الان باید پوشش دختران دبیرستانی چادر سیاه بود و نه پوشش متعارف و معمول. در همین تجربه، یعنی در اتفاقاتی که در طول همین ماهای اخیر افتاده هیچ کس تردیدی نداره، گزارش‌های رسمی نشون میده که جمعیتی که در اعتراضات آبان یا اعتراضات دیمای 96 یا حتی در جنبش سبز حضور داشتن اغلب گروه‌های سنی جوان بودن، یعنی گروه‌های سنی که در دوران جمهوری اسلامی متولد شده بودن، پرورش پیدا کردن و در همین نظام آموزشی در واقع رشد پیدا کرده بودن، ولی می‌بینیم که کاملا در تعارض با ارزش‌های
مندرج در کتابای درسی هستن که به طور رسمی آموزش داده میشه. بنابراین اساسا این تلاش از نظر من تلاش بسیار بیهوده، تنها آثار اون اینه که کیفیت نظام آموزشی رو از اون چه که هستن بیشتر کاهش میده. در واقع میشه گفت الگوی نظام آموزشی ایران ترویج و رشد کسانی مثل مرحوم دکتر مریم میرزاخانی یا امثال اون نیست، بلکه افرادیه که صرفاً از ارزش‌های موجود تبعیت کنند. ممنونم از وقتتون آقای مدنی. سعید مدنی، جامعه شناس از تهران. دادگاه انقلاب تهران یک فعال اجتماعی زن را به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرده. نرگس منصوری یکی از 14 نفری بود که در نامه خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران شده بود. پیشتر هم 8 نفر از امضا کنندگان 2 بیانیه برای استعفای رهبر ایران مجازات جمعاً 72 سال زندان دریافت کرده بودند. این منتقدان همچنین خواستار تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای رحمانی، در حالی که خود حداقل چندین بار از زبان خود رهبر ایران شنیده شده که انتقاد میتونن به من بکنند و او میگه مسئله ای نسبت به این نداره، همینطور رئیس قوه قضاییه هم بارها گفته که انتقاد از رهبری جرم نیست، اما احکامی چنین سنگین رو شاهد هستیم، فکر میکنید چرا؟ ببینید که من تجربه دارم. 1382 ما زندان اطلاعات سپاه بودیم. 132 نماینده مجلس ششم یه نامه خیلی مؤدبانه به آقای خامنه‌ای درباره بحران کشور نوشته بودن. با یه جمله گفت که ما حساب تک تک اینا رو میرسیم. بعدا میدونیم همه اینا رد صلاحیت شدن. آقای خامنه‌ای تعارف میکنن. ببینید یک رسم سلطانی این که مال دوران قدیم بوده. آقای خامنه‌ای داره باز تولید میکنه در قالب فقیه. خب فقیه یه مقدار آرامتر از سلطان حرف میزنه، ولی در حقیقت همون عمل داره انجام میده. این 14 نفر جرمی نکردن یا دیگران. ببینید کسی که با آقای خامنه‌ای انتقاد کرده معمولا در این زمان چیزی نقره داغش کردن، اذیتش کردن. یکی از عللی که دیدآبادی زندان کشید به خاطر 2-3 نامه سرگشاده کوتاهی بود آقای خامنه‌ای نوشت و الان بلایی که سر دیگران آوردن. آقای خامنه‌ای این که میگه به من انتقاد نکنی این تعارفه. ببینید ادبیات دوره برای آقای خامنه‌ای، یکی میگه 100 سال آینده رهبری نیست آقای خامنه‌ای نخواهد اومد، یکی میگه به اصطلاح ایشان مسائل جهان مدیریت میکنه، یکی میگه این برنامه یک گام دوم آقای خامنه‌ای در حقیقت قانون اساسی جدیده. پس میشه گفت اساسا انتقاد دوست ندارن. من این ادبیات آقای خامنه‌ای رو تعارف میدونم. و برخی حداقل کسانی که منتقد افرادی بودند که این نامه رو نوشته بودند، یا نه منتقدان خیلی جدی اونها، بلکه میگفتن در مقطعی این نامه در جایی در واقع به فکر قدم دوم و قدم سوم خودش اونها نکردن. کسانی که این نامه رو امضا کردن اونها میدونستن که باهاشون برخورد میشه، اما به فکر قدم‌های بعدی نبودن. آیا شما هم فکر میکنید که این انتقاد به اونها وارده؟ ببینید یه چیزی هست در ایران، ما یک آشفتگی موازه و برخورد سیاسی داریم که برمیگرده به زدن احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به وسیله آقای خامنه‌ای و حکومت ها. قبل بعد انقلاب ها میده. یعنی شما یک آشفتگی در مبارزه با ظلم در ایران داری و متاسفانه گاهی این آشفتگی میخواد تو یه نفر جمع بشه، اون یه نفر دوباره میشه دیکتاتور جدید. این واقعیتی که باید تو نقد اون چه که مخالفان نظام سیاسی بعد از مشروطه در ایران هست باید نشست 7 ساعت یک فعال سیاسی یا یک فعال مدنی ناگهان چهره های گوناگونی از خودش نشان میده. ولی این با حق انتقاد هیچ چیز نداره. چون حق انتقاد داره، حق شهروندی داره، ولی یه استراتژی ها چی هست خیلی مهمه. ببینید شما در تاریخ 2 دادگاه دارید. یه دادگاه حقوقی دارید که یه جرمی میکنه محاکمه میشه، یه دادگاه خطاهای استراتژیک دارید که تو جنبش سیاسی ایران کم نبوده. وگرنه ما نباید اینجوری گیر آقای خمینی و بعد گیر آقای خامنه‌ای میافتادیم. نه، یک داستان نیست که مثنوی یک کاغذ میخواهد. من هم ممکنه به همین دوستان این نقد داشته باشم، ولی از حقوقشان که حالا اون نوریزا در حالت مرگه نمیشه صرف نظر کرد. و اینم
شاید باید یک گفتار تاریخی در ایران شکل بگیره، چون افراد میان و موازی میگیرن مطابق ظلمی که بهشان میشه، تجربه گذشته مرور نمیشه، استبداد مدام منقطع میکنه، نهادهای مدنی رو میزنه، نهادهای جدید بی تجربه ترن، گذشته رو مدام تکرار میکنه. این انتقادا وارده، برات به مستاقی باش برخورد کرد، بعضی هم نه حساب شدتر برخورد میکنن، ولی این حقشان رو نمیشه، این حق انتقاد رو نمیشه کسی بره. ولی اونها در این حال وقتی که این نامه رو نوشتن مطلع بودند که آقای خامنه ای با نامه اونها نخواهد گفت که چشم بنده کنار خواهم رفت و میدونستن که عواقبی خواهد داشت. ببینید کاملا مشخصه بحث عواقب پس بحث لحظه‌ای بودن سیاست در ایران. واقعا ما شرایطی یک سالانی نداریم، شاید یه شرایطی بود یه جور دیگه با اینا برخورد میکردن، ولی 100% برخورد میکردن. ببینید اینا یه سری افرادی هستن که سابقه های خدمت در نظام دارن، جبهه بودن و به اصطلاح معلول جنگی هن. این نیرو وقتی به هیجان میاد یا مثل آقای نوریزاد میخواد بگه بابا من برای علی فتنه کردم، الان گیر معاویه افتادم، من علی میخوام. ببینید این اعتراضایی حالا اصطلاحا تو تاریخ ما میگن اعتراضای ابوذری. ببینید اعتراضای ابوذری اگه بگیر راهبرد باشه خب مسئله است، ولی به هر شکل جامعه میخواد بگه من زنده ام. گفتم من یک نقد استراتژیک دارم به همه مناسبات، به عنوان که خب یه سنی در این گذشته یه موقع یه چیزی واقعی تو جامعه ما در حال رخ دادنه. حتی جمهوری اسلامی یک مقدار با زدن همه نهادهای مدنی و احزاب عملا حال تجربه بندی رو میگیره. خب وقتی هم طرف جانش به لب میاد یا احساس میکنه که ازش سوء استفاده شده، شما نامه های نوریزاد بخونید، احساس میکنه ازش یه مدت سوء استفاده شده، میخواد فریاد بزنه که آقا من این نبودم. شما در آخرین پیام ویدئویش هم میگه دیگه محمد نوریزاد هر چی کرده رو عقیدهش و فکرش کرده. این است که این یک واقعیتیه که باید بهش برخورد کرد. 100% نه افراد میدانستن که باشان برخورد میشه، ولی خب یک جان به لب رسیدنه. این که حالا چرا مدیریت نمیشه یه بحث دیگه است که گفتم، بحث استراتژیک که باید جدا بهش پرداخت. ممنونم از وقتتون آقای رحمانی. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی ما. ترکیه نیروهای بیشتری برای تقویت پاسگاه‌های دیدبانیش به استان ادلب در سوریه اعزام کرده تا از پیشروی بیشتر نیروهای دولتی جردی کند، نیروهایی که روسیه از آنها حمایت می‌کند. این در پی آن است که نیروهای دولتی سوریه در ادامه پیشرویشان در استان ادلب شهر سراغب را به کنترل خودشون درآوردند که به نگرانی‌ها از رویارویی نیروهای ترکیه و روسیه دامن زده. مقام های امنیتی و نظامی روسیه و ترکیه امروز در آنکارا چگونگی کاهش تنش در ادلب را بررسی کردند. کسرا ناجی گزارش میدهد. فرار مردم شهرهای جنوبی استان ادلب در مقابل پیشروی های نیروهای دولتی و بمباران های هواپیماهای روسی. بزرگترین جابجایی غیر نظامیان از هنگام شروع جنگ در سوریه. شهرها خالی. این سرمین در 10 کیلومتری شرق شهر ادلب، نزدیک به 600 هزار نفر از جمعیت 3 میلیونی استان در هفته های گذشته به طرف مرز ترکیه و اردوگاه های آوارگان کوچ کردند. این مرد که برای بردن اموالش به شهر برگشته میگوید او و خانوادش از بمباران ها فرار کردند. میگوید همه چیزش را از دست داده. و این مرد که رژیم بشار اسد را نفرین میکند میگوید بمباران های شدید زندگی را اینجا غیر ممکن کرده بود. ادلب در شمال سوریه بر سر شاهراه سراسری این کشور آخرین گوشه از سوریه است که در کنترل نیروهای مخالفان و گروه های جهادی است. با پیشروی نیروهای دولتی در جنوب و جنوب شرق، حالا سراغب هم به کنترل نیروهای دولتی درآمده و گزارش شده که باقی راه به حلب هم به کنترل آنها درآمده. با پیشروی این نیروها حالا پاسگاه های نیروهای ترکیه که اینجا به رنگ آبی نشان داده شده به خطر افتادند و سه پاسگاه هم در محاصره کامل نیروهای دولتی است. نقاط سرخ و زرد پاسگاه های نیروهای روسی و ایرانی است. ترکیه 2 روز است که نیروهای بیشتری به داخل ادلب اعزام کرده. لشکرکشی سنگین برای دفاع از پاسگاه های ترکیه. این تصاویر امروز از یک واحد ارتش ترکیه در 5 کیلومتری شمال شرق شهر ادلب. 8 نفر از نیروهای ترکیه در روزهای اخیر کشته شدند و ترکیه گفته است از پاسگاه هایش دفاع خواهد کرد. 3 پاسگاه ترکیه حالا در محاصره کامل نیروهای سوریه است.
17 ماه پیش اینجا در سوچی در روسیه رهبران ترکیه و روسیه توافق کردند که منطقه حائل ایجاد شود در امتداد مرز استان که پاسگاه‌های بازرسی دو طرف در دو سوی مرز استان بر آن نظارت داشته باشند. قرار شد که نیروهای جهادی هم سلاح‌های سنگین خودشان را تحویل دهند. اما جنگ هیچ وقت متوقف نشد. بمباران‌ها شدت گرفت و کشتار ادامه پیدا کرد. شهرها تخریب و خالی شد. و حالا هم خطر رویارویی نیروهای ترکیه و روسیه بالا گرفته است و گسترش جنگ سوریه که نزدیک به 11 سال است که ادامه دارد. کسرانرچی بی بی سی. تازه ترین آمار نشان می‌دهد که بیش از 34,000 نفر در سراسر جهان به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند. ویروسی که به یک سرماخوردگی ساده شبیه است اما تا امروز جان 724 نفر رو گرفته و میلیون‌ها نفر رو نگران کرده. همانطور که علی حمدانی در گزارشش میگوید با وجود آنکه تکثیر این ویروس روز جمعه جهش داشت اما سازمان بهداشت جهانی میگوید در 4 روز گذشته از سرعت شیوعش کمی کاسته شده. این زبان دراز پولک پوست، این مورچه‌خوار پولکدار با نام فرنگی پنگولین که از پولک‌های تنش زره می بافند و در طب سنتی هم به کارش می گیرند. حالا می گویند این پوست کلفت بوده که کرونا ویروس را به انسان داده. پایتخت تجاری چین خالی از بروبیاهای هر روز. اثری از 24 میلیون نفری که هر روز در شانگهای دیده می شدند نیست از ترس کرونا. ویروسی که دولت چین ابتدا زیر بار شیوعش نرفت و حالا با مزنونان به ابتلایش چنین می کند. اگر با مقام ها کنار نیاید. در شبانه روز گذشته تنها در چین 86 نفر مردند. در ووهان زادگاه کرونا در چین یک آمریکایی مبتلا جان داد. در هنگ کنگ و فیلیپین هم 2 نفر. در فرانسه 5 بریتانیایی که برای اسکی به اینجا آمده بودند مبتلا تشخیص داده شدند. امارات متحده عربی همسایه جنوبی ایران 2 مورد تازه کشف کرده. در مجموع 7 مورد مبتلا. در 20 هفته که تا هفته سلامت داشت. در ایران اما وزیر بهداشت میگوید نتیجه آزمایش همه مظنونان به ابتلا منفی است. مقامات در ایران بارها مورد این پرسش بودند که چرا پرواز هواپیماها به چین و از این کشور را لغو نکردند. اخبار شایعه مانند پراکنده شده بود. همینطور زیر سایه بی‌اعتمادی بسیاری پس از لاپوشانی حکومت درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه. اما به گفته وزیر بهداشت که برای نشان دادن آنچه دستاوردهای پزشکی حکومت در 41مین سالگرد روی کار آمدنش در مازندران است، اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست. در حالی که وزیر خارجه ایران خبر داده که به چین، کشور به گفته او دوست و برادر، 2 میلیون ماسک اهدا کرده، خبرگزاری انتخاب گزارش کرده یک بسته ستایی ماسک تا پیش از این بین 1000 تا 2000 تومان به فروش می رفت اما حالا شده بین 3000 تا 5000 تومان. قیمت ماسک های فیلتردار هم 4 برابر شده و به 13000 تومان رسیده. چین میگوید سخت مشغول کشف شیوه های پیشگیری و درمان مبتلایان است. ویروس جدید کرونا همچنان ناشناخته است. گلوله‌ای بسیار کوچک با گیرنده های پروتئینی ناشناخته بر سطحش که تا توسط دانشمندان شناسایی نشود امکان مقابله با آن وجود ندارد. تازه اگر شناسایی هم بشود بعید نیست تغییر ماهیت بدهد. ویروسی که ویروس کش‌های قوی حتی آنهایی که حریف ویروس HIV هم میشوند از پسش بر نیامدند. علی حمیدانی، بی بی سی. صادق قطب‌زاده مرد خوشپوشی بود که بعد از سالها زندگی در خارج از ایران در کنار آیت الله خمینی به ایران بازگشت و اولین حکم از نخست وزیر دولت موقت انقلاب مهندس مهدی بازرگان رو به نام خودش برای سرپرستی رادیو و تلویزیون ملی ایران در تاریخ ثبت کرد. زندگی او دستمایه ساخت مستندی 3 قسمتی به نام فرزند انقلاب در بی بی سی فارسی شده. آقای قطب‌زاده در اوج بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران وزیر خارجه شد و چند سال بعد به اتهام طراحی کودتا اعدام شد. اینجا در استودیو با من محمود عزیمایی هست، محقق و از تهیه کنندگان این مستند تلویزیونی. آقای عزیمایی ممنون که وقتتون رو دادین به ما. چرا رفتین سراغ آقای قطب‌زاده؟ برای یک محقق موضوعی که بهش پرداخته نشده یا خیلی کم پرداخته شده قاعدتاً جذابه و در مورد قطب‌زاده خیلی کم کار شده بود.
ضمن اینکه شخصیت بسیار جذابیه و مشکوک مرموزه، خصوصا به خاطر اینکه تاریخ رسمی، روایتگر تاریخ رسمی ایران همیشه سعی داشته که به تدریج حذفش کنه از تاریخ. میدونیم که قطب‌زاده از اون تصویر معروف پلکان هواپیمای ایر فرانس که آیت الله خمینی داره میاد پایین جز اولین کسایی بود که فتوشاپ شد و حذف شد و بعد آدم‌های دیگه هم حذف شدن. من یادم زمانی که درس می‌خوندم همیشه قطب‌زاده در تاریخ کتاب‌های تاریخ درسی خیلی کوتاه بهش پرداخته می‌شد که یک شخصیتی بوده که نزدیک بوده به یاران آیت الله خمینی، ولی به خاطر خیانت و طرح توطئه کودتا دستگیر میشه و اعدام میشه و همین، ولی بیشتر از این نبود و این خب جذابیت خاصی داشت. زندگی خیلی جذابی داره، خیلی داستان زندگیش جذابه و از طرفی همین جذابیت میتونه در واقع بهانه خوبی باشه که تاریخ انقلاب رو روی در واقع بستر زندگی این شخصیت که از نظر داستانی خیلی جذابه دوباره از یک دیدگاه جدیدی مرور کرد و همه این دلایل با هم در واقع باعث شد که من پیگیر تحقیق روی این کار باشم. و میدونم که چندین سال هم پیگیر این کار بودید و باید هم یادآوری بکنم که این مستند قرار هست فردا شب ساعت 9 شب به وقت تهران پخش بشه. اجازه بدید تا شما اینجا با ما هستید بخشایی از این مستند رو با هم ببینیم. برمیگردیم. آیت الله خمینی آمده بود پاریس و هیچ کس نمیدونست، کسی نمیشناخت تا اینکه یه روز با یه مصاحبه ما دیدیم تو روزنامه فیگارو. از قطب‌زاده پرسیدم که خب چرا با فیگارو مصاحبه کردی، چرا مثلا با لومون مصاحبه نکردی؟ خب مثلا از نظر من فیگارو یه دستراستی بود. وقت توضیحی که من داد این بود که این آقا که الان اسمش یادم نیست با وزارت امور خارجه روابط خیلی نزدیکی داره و این میتونه احتمالاً کمک کنه به اینکه آیت الله خمینی رو مثلا به محافل سیاسی مثلا نزدیک کرد. ببینید منظورم تمام این ریزکاری ها رو هم در نظر داشت و همین طور هم شد تا مجردی که این مصاحبه در فیگارو در اومد با فاصله خیلی کمی لوموندم رفت سراغش و بعد یواش یواش همه دنیا همه علاقمندش رو ببینن که این آخونده که اونجا زیر درخت سیب نشسته بعد از زیر عباش یه جنبشی رو در ایران اداره بود کیه؟ بخشایی از مستند فرزند انقلاب بود که اینجا با ما محمود عزیمایی محقق و یکی از تهیه کنندگان این مستند هست. فردا قرار هست این مستند پخش بشه. آقای عزیمایی، از چه زمانی شروع کردید تحقیق در مورد این مستند رو و چقدر کلن کار تحقیق و ساختش رو کشید؟ من حدود 8 سال پیش شخصا شروع کردم به تحقیق روی زندگی قطب‌زاده. 2 سال به تنهایی کار میکردم روش. بعد از 2 سال پیشنهادی از بی بی سی برای من رسید که در واقع با همکاری بی بی سی مستندی که من قصد داشتم شروع کنم رو انجام بدیم که خب من قطعا استقبال کردم که با امکانات حرفه‌ای و یه تیم حرفه‌ای بی بی سی این کار انجام بشه. بعد از اون 6 سال دیگه ما کار کردیم روش با همکاری بی بی سی و تحقیق بسیار گسترده ای داشت. شاید بدون اغراق بتونم بگم که شاید بیش از 80 ساعت مصاحبه صوتی و تصویری ما در طول این مدت ضبط کردیم که مجموعش این 3 قسمت 1 ساعتی شد، در واقع مهمترین قسمت ها و خلاصه ای از اون چی که یک حوصله یک مستند تلویزیونی 3 قسمتی اجازه میده ما تونستیم درش قرار بدیم. شیره اون چرا که جمع کردید و کشیدید تا بتونید. و آیا روی توی این مستند همه ابعاد زندگی سیاسی قطب‌زاده رو پوشش دادید یا بعدهای هنوز مونده بود که نتونستید به اونم برسید؟ قطعا بعدهای مونده که نتونستیم برسید. ما مهمترین قسمت ها رو ناچار بودیم انتخاب کنیم و در این مستند بگنجونیم، ولی ابعاد بسیار زیادی از زندگیش مونده. زندگی قطب‌زاده لایه های خیلی پیچیده ای داره. به عنوان مثال زندگیش، مقطعی که در کانادا زندگی میکرد، بخش جالبیه، در کانادا تحصیل میکنه و زندگی میکنه مدت کوتاهی، حتی وارد سیاست کانادا میشه، یعنی وارد فعالیت های سیاسی احزاب کانادایی میشه در این حال که برای انقلاب ایران فعالیت میکنه.
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو خیلی فعال بوده در بخش آمریکا. ما به اون خیلی گذرا ازش رد شدیم، فرصت نکردیم بهش برسیم. موارد مختلف زیادی هست که فرصت نکردیم، ولی من امیدوارم که مصاحبه همه انجام شده، تحقیقات انجام شده، یعنی ما همه چی رو آماده داریم در این مدت. من امیدوارم که و قرار هستش که به زودی اون بخش هایی که نرسیدیم به در مستند بگنجونیم در قالب پادکستی که من خودم انجام میدم، پادکست دست نوشته ها، بیاد با اجازه بی بی سی. ضمن این که بعد از اینکه قسمت سوم مستند پخش بشه، مقالاتی در بخش آنلاین بی بی سی خواهد اومد که بخش هایی از اون ناگفته ها رو پوشش خواهد داد. و اگه خیلی کوتاه به عنوان آخرین سوال، سوالی که بسیاری اون پادکست دست‌نوشته های شما رو هم میدونم که گوش میکنن، دنبال میکنن، برای خودتون وقتی که تحقیق میکردید و پیش میرفتید، واقعا نکته ای بود که شوکتون کرده باشه یا خیلی جذاب بوده باشه؟ جذابترین چیزی که اگه بخواید بهش اشاره بکنید که تشویق بکنید افرادو که این سه قسمت رو ببینن چیه؟ جذابترین شاید پیچیده بودن شخصیت صادق قدس‌زاده است، از این جهت که یک مرد عملگرا به معنی این که در واقع انقلابی واقعی است، یعنی کسیه که خودش هم یه نوعی اینو گفته که من آدمیم که متخصص در واقع تغییر رژیمم. و واقعا در این مستند شما خواهید دید که واقعا یه همچین شخصیتیه و از این نظر شاید یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این شخصیت هست. ممنونم ازتون آقای عزیمایی، محمود عزیمایی، محقق و از تهیه کنندگان مستند فرزند انقلاب. باید این نکته رو هم توضیح بدم که این مستند رو فردا شب ساعت 9 شب به وقت تهران قبل از 60 دقیقه میتونید تماشا بکنید. مستندی سه قسمتی است، امیدوارم اون رو از دست ندید. قطعا در شبکه‌های اجتماعی هم قرار خواهد گرفت، در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دیگه که اونجا هم میتونید ببینید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید، با ما بودید و بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید. شب و روزتون خوش.